طوبى للأم التي ولدتك وأرضعتك. بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويطيعونه. علمنا كيف نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. متى صليتم قولوا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نغفر لمن يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. في الكتاب المقدس يعلن الله أن المسيح سيأتي ليكون مخلص هذا العالم، وحياة يسوع تقدم لنا الدلائل على أنه كان حقاً من تحدث عنه الأنبياء. فإشعياء تنبأ بأن العذراء ستحبل وستلد ابناً، وبعد قرون كانت ولادة يسوع تحقيقاً لهذه النبوة. أعلن الكتاب المقدس أيضاً أن القدوس المولود من العذراء سيدعى ابن الله، وهكذا كان يسوع ابناً لله، ليس من منظور جسدي طبيعي، بل من ناحية روحية. ونحن نرى هذا واضحاً في الكيفية التي عاش بها يسوع حياته، إذ شفى المرضى وغفر خطاياهم وردهم إلى الله، واعداً إياهم بنصيب في ملكوت السماوات، ثم قدم نفسه ذبيحة للتكفير عن خطاياهم، وقام ثانية قاهراً الموت. قال يسوع عن حياته: ليس أحد يأخذها مني، بل أنا أضعها من ذاتي. لم تتمم حياة يسوع نبوات الأنبياء فقط، لكنها أكدت أيضاً حق كلمة الله المقدسة. فقد قال الأنبياء قبلاً: إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات. ويسوع نفسه قال: السماء والأرض تزولان، لكن كلامي لا يزول. جاء يسوع ليمنحنا ملء الحياة، لكن الإنسان عصى الله في جنة عدن، مختاراً أن يحيا كما يريد، وبهذا انفصل الإنسان عن خالقه. يعلن لنا الكتاب المقدس أننا جميعاً أخطأنا، ويعلن أن عقاب الخطية هو الموت، أي موتاً روحياً بابتعاد أبدي عن الله. لكن كما قدم الله لإبراهيم ذبيحة كبش عوضاً عن ابنه، هكذا أرسل الله يسوع المسيح ليموت بدلاً عنا. وهكذا أصلحت حياة يسوع وموته وقيامته العلاقة بين الله ومن يؤمنون به. وأولئك من يتبعون يسوع لا ينالون فقط غفران الخطايا، لكنهم قد نجوا أيضاً من دينونة الله الأبدية، ضامنين لهم مكاناً في الفردوس مع الله إلى الأبد. يقدم لك يسوع اليوم حياة جديدة وخلاصاً من سلطان الخطية، وهذا لا يعني اتباع دين جديد، لكنه إيمان بعمل يسوع الذي قال: ها أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. وهذا يعني أيضاً اللجوء إلى الله، واثقاً أن يسوع سيدخل حياتك غافراً خطاياك ومغيراً إياك إلى الإنسان الذي يريده. ولا يكفيك أن توافق فقط على ما تسمع الآن أو أن تختبر شعوراً عاطفياً، فنحن نقبل نعمة يسوع بالإيمان تعبيراً عن إرادتنا هذه. وحين تكون على استعداد لاتباع يسوع المسيح، فيمكنك عندها أن تخاطبه شخصياً من خلال صلاة بسيطة. قد ترغب الآن بأن تسلم حياتك لله. إن رغبت بهذا، فيمكنك أن تصلي هذه الصلاة بصمت في قلبك.
أيها الرب يسوع، أنا أحتاج إليك. أشكرك لأنك مت على الصليب لأجل خطاياي. أعترف الآن بخطاياي وأتوب عنها. أنا أفتح الآن باب قلبي وأقبلك مخلصاً ورباً. أشكرك لأنك غفرت لي خطاياي ومنحتني حياة أبدية. اجعلني ذلك الإنسان الذي تريدني أن أكونه. بينما أصبح واحداً من أتباعك. آمين. قال يسوع عمن يؤمنون به: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. لتختبر حياة البركة التي وعدك بها يسوع، عليك أن تتحدث إليه في كل يوم بالصلاة وأن تقرأ كلمته. أخبر عما صنعه في حياتك والتقي بآخرين ممن أحبوه وتبعوه، وتذكر وعده الرائع: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. تو محتاج هستیم استاد. خوشا به حال او مادر که تو را به دنیا آورد. خوشا به حال کسی که کلام خدا را میشنود و اطاعت میکند. دعا کردن البته فقط مثل که یحیی یاد داد. دعا کنید: ای پدر آسمانی ما، نامت مقدس باد، دولت تو بیاید، اراده تو در زمین نیز اجرا شود، نان روزانه ما را بده، خطایای ما را ببخش چنان که آنانی را که به ما خطا کردند می بخشیم، ما را از وسوسه نگه دار و از شریر رهایی ده. خدا در کتاب مقدس اظهار کرده است که مسیح به حیث نجات دهنده دنیا خواهد آمد. زندگی عیسی شهادت می دهد که او واقعاً آن کسی است که انبیا درباره او گفتند. اشعیا نبوت کرد که دختر باکره حامل شده پسری خواهد زایید. چند قرن بعد تولد عیسی این نبوت را تحقق بخشید. کتاب مقدس فرموده است آن مقدسی که تولد شود پسر خدا نامیده خواهد شد. این بدین معناست که عیسی پسر خدا نامیده خواهد شد، البته از لحاظ روحانی نه از لحاظ جسمانی. ما این حقایق را در زندگی عیسی می‌بینیم. او مردم را از امراضشان شفا داد، گناهانشان را بخشیده، آنها را به سوی خدا متوجه ساخت، به آنها جایی در پادشاهی جاودان خدا وعده داد. او خود را به عوض گناهان آنها چون قربانی تقدیم کرد و با قیام خود از مردگان مرگ را شکست داد. عیسی فرمود: هیچ کس جان مرا از من نمی گیرد، من به خواهش خود آن را فدا می کنم. زندگی عیسی نه تنها نوشته های انبیا را تحقق بخشید، بلکه به حقایق کلام خدا نیز مهر تأیید زد. انبیا اظهار کردند: کلام خداوند مصفا است، کلام تو ای خداوند ابدی است. عیسی فرمود: آسمان و زمین از بین خواهند رفت، اما سخنان من هرگز از بین نخواهند رفت. عیسی مسیح آمد تا به ما زندگی سرشار بدهد. وقتی که انسان در باغ عدن از خدا نافرمانی کرد،
او خودش انتخاب کرد که براه خود برود و اعمال انسان او را از خالقش جدا ساخت. کلام خدا اظهار می دارد همه گناه کردند و نتیجه گناه مرگ است. این به معنی مرگ روحانی و جدایی ابدی از خداست. اما همانطوری که خدا قچی را آماده ساخت تا به عوض پسر ابراهیم قربانی شود، او عیسی همان مسیح را فرستاد که به عوض ما بمیرد. زندگی، مرگ و رستاخیز عیسی رابطه بین خدا و تمام کسانی را که به او اعتماد می کنند دوباره احیا می نماید. اکنون آن کسانی که از عیسی پیروی می کنند نه تنها گناهانشان بخشیده می شود، بلکه از قضاوت ابدی نیز نجات خواهند یافت. آنها اطمینان دارند که در بهشت با خداوند برای ابد زندگی خواهند کرد. عیسی به هر کس این زندگی را پیشنهاد می کند که توسط آن می توان از گناه و قدرت شیطان آزادی حاصل کرد. این به مفهوم پیروی از کدام مراسم مذهبی نیست، بلکه انتخاب ایمان آوردن به عیسی است که می فرماید من پشت در ایستاده در را می کوبم، اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند داخل می شوم. این به معنی بازگشت به سوی خدا و اعتماد به عیسی است که وارد زندگی ما می شود تا گناهان ما را بیامرزد و از ما انسان بسازد که مورد پسند او باشد. کافی نیست که ما صرف به اساس عقل خود به ادعای عیسی موافقت کنیم، و این کدام تجربه احساساتی هم نیست، بلکه ما او را با فیض از طریق ایمان در اراده و عمل خود قبول می کنیم. وقتی که مردم آماده می شوند که از عیسی مسیح پیروی کنند، آنها می توانند با دعای ساده با خدا صحبت کنند. شاید اکنون شما آماده هستید که در زندگی خود را بروی عیسی مسیح باز کنید. اگر آماده هستید، شما می توانید در دل خود خاموشانه در این دعا با ما شریک شوید. ای پدر آسمانی، من به عیسی مسیح نیاز دارم. تشکر می کنم که او به خاطر گناهانم بروی صلیب جان داد. من به گناهان خود اقرار کرده از آن توبه می کنم. من در زندگی خود را بروی او باز می کنم و او را به حیث خداوند و نجات دهنده خود می پذیرم. تشکر می کنم که گناهانم را بخشیدی و به من زندگی جاودان عطا فرمودی. از من شخصی بساز که خودت می خواهی، تا من بتوانم یکی از پیروان عیسی باشم. آمین. عیسی در مورد پیروان خود فرمود گوسفندان من صدای مرا می شنوند و من آنها را می شناسم و آنها به دنبال من می آیند. با تجربه کردن زندگی سرشار که عیسی وعده کرده است، پیروان او هر روز توسط دعا، خواندن یا شنیدن کلام خدا با خدا صحبت می کنند. آنها با دیگران نیز درباره عیسی صحبت می کنند و با کسانی که او را دوست دارند و از او پیروی می کنند به صورت منظم جمع می شوند. این وعده شگفت‌انگیز عیسی را به خاطر بیاورید. تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است و بدانید که من هر روزه تا آخر با شما هستم.